مشکل داری میخوری سلطان؟ قبل اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم میخوام بگم که تو گونی نندازیم من. این چند تا چیز که الان میخوایم ببینیم درباره حاج آقاها، اینا سوتی هاشونه. قبلا هم گفته بودم بالاخره همه سوتی میدن و یه سری حرفایی رو ممکنه بزنن. مثلا چند تا از ویژگی های بارز بعضی از آخوندها و حاج آقاها اینه که سوت بلبلی میزنن و ما حاج آقاهایی داریم که روی کریستیانو رونالدو رو هم حتی کم میکنن، فوتبالیستن. قبلا که من درباره حاج آقاها ویدیو گذاشته بودم تو گونی نیفتادم، خدا رو شکر. از من ولی حمایت کنید اگه بچه افتادم تو گونی، نامرد نباشم. این لباس کیودی پای اومده با کیفیت و قیمت مناسب ترم توی پیج اینستا گذاشتیم، الان همین مناسب است، گرونترش هم هستش جنسش، بعد خودتون ببینید. حمایت کنید دیگه، لباسمونو حمایت کنید، تو پارکو بپوشیم و اگرم افتادم تو گونی حتما حمایت هم کنید. و من تو هم حمایت هم میکنی؟ آره عزیزم. این حاج آقا رو هم میشناسن، یه پا عموجانی هست واسه خودش. یدعوها الی فراشهی، او رو به بستر فرا میخوانه، میگه خانم بیا، و خانم بی توجهی میکنه. آقا میگه خانم، خانم میگن آقا چشم الان دو تا بشقاب الان هم. خانم آقا یه ذره گرد گیرید، من مرد خوب باشه زن خودش شیرجه میزنه تو رخت خواب. آقا ببینم من چی آشغالا رو الان سوفا بعد خانم میره حاجی انگار خیلی دلش پره و میره اومده درد و دل کنه. خدا فهمناد خدا، آقا فهمناد خدا، این زن رو لعنت کن که هی گفت سوفا الان و میره میبینه شوهرش خوابش برده. همچون مردی که اینقدر بیتابی کنه مگه خوابش هم میبره؟ خیلی خوب، فردا حالا یه وقت دیگه. نه خانم، خیلی داستان مهمه، خیلی داستان مهمه. شاید فردایی در کار نباشه، شاید در این فرصت زمانی امشب تا فردا شوهر شما به انحراف کشیده بشه. نتیجه اخلاقی که الان من از این کلیپ تونستم پیدا کنم اینه که سریع بدین که مورد لعن قرار نگیرین. آخه کی تا فردا ممکنه به انحراف کشیده بشه؟ خب اینطوری مرده انگار فقط یه دک سرگردونه دیگه. آده یه سوالی الان واسه من پیش اومد، کاش میتونستم ازش بپرسم. البته اگه حضوری نیان سراغم و بهم بگن که سوالتو بپرس، همینجا اگه میشه جوابمو بدم من راضی ترم، حضوری نمیخوام. اگه مثلا زن قبل از شوهر برو آقا نره چی؟ آقا ناس کنه چی؟ اون وقت حکم چیست؟ مردم ایران آنچنان به ریاضیدان معروف اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایتی وابسته هستند، مرغ چه هیچی، تخم مرغ چه هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنن دست از این نظام بر نمیدارن. این آقایان به فکر خودشون باشن. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. تو هم عمامه بذاری بهت میاد الان مگر آسورا تاسواست؟ این حاجیه همونیه که توی برنامه اومده بود بلد نبود که یه شماره رو درست بگیره. یه بارم توی برنامه تلویزیونی اومد، فکر کنم گوزید. علی جان انت ولی و کل مؤمنین. بعدی هر زنی که حرف زدا زنای دیگه اینقدر هیس هیسش کنن که مجبور شه پاش از مجلس بره. هر کی بخواد حرف بزنه جمع کنه بره. پیرزنایی که حرف میزنن، پیرزن هر کی بخواد حرف بزنه بیرون، ازشون خاطره بدی داره. مجلس به هم بریزیم، پاش برو خونن پیرزن. حاجی یه جور میگه انگار خودش جوان 20 ساله است. حالا مثلا اونایی که صحبت میکردن اون پشت 25 سالشون بود، صداشون میکرد بهشون میگفتش که بیاین ازم سوال بپرسین تک تک. حاجی یه جوری حرف میزنه و عصبی شده بود انگار مثلا همه اومدن سخنرانی انیشتین رو گوش کنن. از پیرزن و حاجی خوشش نمیاد انگار. من میترسم ادامه بدم دیگه. برو کم راه، برو قدم بزن. از امام پرسیده بودن باورتون میشه؟ چی شد؟ وقت تموم شد. اه. آره. اه.
خوبه. میان برنامه پخش نکردیم. بله. بسیار. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیدونم. معذرت میخوام. اولش چرا یادش رفت ناراحت بشه؟ سلامت بشه. بعد چند ثانیه فهمید باید قهر کنیم. از اینکه برنامه ما رو تا پایان تماشا کرد. حالا آجی یه چای میخوردی. بدبخت مجریه توخ نمیکرد بهش بگه وقت تموم شده. حیف شد. آجی داشت در مورد سیاه چاله ها و درمان سرطان و تکنولوژی ماشین های برقی صحبت میکرد. ولی دیگه بهش وقت ندادن. به حورالعین فرمان داد خودتون را زینت کنید. آقایی که شما را از نورش خلق کردم آمده به زیاد همدیگه بید به همدیگه تبدیل اینو انگار داستانه جان سینزی داره براش میگه. خیلی سفید و بلور و نورانی هم حواست منه. حدیث داریم حواست یک موسا معانقه همه شون رفتن تو هپروت دست دادن یعنی مصافحه گردن به گردن میگن معانقه اونق گردن به گردن یک معانقه مؤمن وقتی گردنشو میزنه به گردن حورالعین 500 هزار سال طول میکشه تا برداره. از دست ندید. عجب. 500 هزار سال گردن به گردن. What the fuck. من که چیزی زیاد نفهمیدم. کسی اگه اطلاع داره از اسم این حاج آقا حتما بهم بگه. خیلی بامزه است. میخوام هر وقت حوصله‌ام سر رفت بشینم کلیپاشو تماشا کنم. بار هواپیما شدم طرف اومده میگه حاج آقا شما سوار شدید خیالم راحت شد. برای چی؟ میگه حاج آقا این همه هواپیما سقوط کرد یه آخون توش نبود. من میخندیدم. تو محله ما قبلا حاج آقاها چهره زیاد جذابی نداشتن. اگه یکی از حاج آقاهای محلمون خوش چهره و چش رنگی بود منم تو الان آخون میشدم. بهمن تو هم ریش بذار حتما. چطوری فربود؟ گوشت با منه یا نه؟ بهمن کیه باز؟ فربود؟ کیر تو کس ننت مادر جنده کن. قد کن بهمن قد کن حالا بعدا قد کن لطفا مرسی. نمخار خانوما تو کوچه اسلامی عشق من اومد جاپات صدا نکند برگردت ببیند کیس داره میاد ببیندت جاپات زن تو کوچه نباید صدا بده کفشش تاق 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 صدا نده. اگه از جلو اومد تاق 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 صدا داد چی؟ کلمه حرف نزندم یا پشت آیفون یا پشت تلفن. الو بفرمایید. آقای احمدی هستن نخی که میان نمیدونم خداحافظ بذار گوشی آقای احمدی. اینجور زنها رو نمیدونم چرا من حس میکنم یه من سیویل دارن. تو پنج کلمه پشت تلفن با مرد غریبه میشه صحبت کرده. مثلا بیا پیشم بدم. این میشه سه کلمه. یا مثلا از اون ور خط طرف میتونه زنگ بزنه بگه بده بکنیم. این میشه دو کلمه. آفرین آفرین. عاشق خط و نشون کشیدناشم. چقدر با غیرته. دخترایی که پسرای با غیرت میخواستن اعلام حضور کنن. شما یه سر بیاد دایرکت های چه خبره؟ واقعا داره این طرف میگه با من روزی 3 ساعت 4 ساعت یه نوجوان داره پار میبینه. از خود ازای کردن میتونه راه بره. نه درسی نه بحثی نه کاری نه هیچی افتاده تو خونه کاره. فقط کارش شده نه پارتی نه مهمانی. حاجی خودش چره اینکیه. جک ولی خیلی خوبه. جک زدن جک پارتی گرفتن خیلی خوبه. عضله آلت رو تقویت میکنه. دیک سیکس پک در میاره. جک بزنین و جک بزنین و جک بزنین. کلوپای شبونه و تفریگاه آزاد شه خب اون جوانه بدبخت به این روز نمیفته که هورن ببینه. اون جایی که مدفوع خارج میشه پشت آدم توالته با انگشت وسط داره به ناشنوایان هم آموزش میده. یک دو سه زخم میشه بعد از اون آلت تناسلی را با دو تا انگشت سه مرتبه خالی کنن. یک دو سه اگه شد چهار مرتبه چی؟ و توی آخر مرتبه بکشیم. سه مرتبه حکم چیست؟ نوک آلت تناسلی رو خالی کنن. سه مرتبه یک شوشو دو سه من بعد از این شوشو لمو خودم میشورم با شیلنگ سر آلت رو بشورم. اصلا آجی یه جوری تعریف کرد دلم خواست همین الان برم توالت برینم. اصلا به من آمریکا تو فکر اینه که چطوری برن تو سیارات دیگه؟ ما هنوز تو
توالت گیر کردی. این یه فاجعه است. من موقعی که میخوام کونم رو بشورم شیر آب گرم رو باز میکنم با کف دست اینقدر میسابمش تا صدای نلبکی نده ولکن نیستم. تو داره حالت خوب میشه. من داره میام سه بار خودم رو انگوش کنم که سوراخم تمیز شه. خب درد میگیره اصلا. ولی آقا انگار بیشوخی بودیم. الان من سرچ کردم فهمیدم این عمل تاثیر قابل توجهی داره واسه دک مردو. اگه بچه دیدین که من تو گونی افتادم دیگه هوامو داشته باشین. البته میدونم شما اصلا هوامو ندارین. میدونم شما همیشه علکی میگین. شما نمیایین منو از تو گونی بکشین بیرون. صدا در میاد. ساب کنید. کامنت بذارید، کامنت خارجی فارسی بذارین، ساباتون نپره از چنل یوتیوب من. خیلی دوستتون دارم. لباس کی بودی پای؟ با لباس های کی بودی پای؟ همیشه دکتون سیخ باشد. دختره هم میتونن البته بپوشن. خیلی دوستتون دارم. لایک تا ویدیوی بعدی. فعلا پیس.